وحشتناکترین پدر بزرگ و مادر بزرگی که هر نوه‌ای میتونه داشته باشه. گلاسیا سلام. چند روز پیش که فیلم های 2015 رو دیدم که برام خیلی عجیب بود که تا الان نشسته بودم پاش. چون بنظرم یکی از بهترین های سبک ترسناک بود و هیجانش واقعا بی‌نظیره. فیلم ویزیت یا بازدید محصول سال 2015 از اون دست فیلم های ترسناک و تریلری هستش که میتونه تا مدت ها تو مختون بمونه و از این ترس های روانشناختی بهتون میده. بریم ما هم ببینیمش. حواستون به اسپول و کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم بکا و برادرش تایلر رو میبینیم که با مادرشون ستایی زندگی میکنن. یه روزی مادرشون قرار میذاره که با دوست پسرش بره به یه سفر و خب این دختر و پسر قراره برن پیش مادر بزرگ و پدر بزرگشون بمونن. این هم میفهمی که بکا یه دوربین داره و کلن قراره همه چیز رو فیلم برداری کنه. اول از همه با مادرش مصاحبه میکنه که مادرش میگه 15 ساله با پدر و مادر خودش هیچ صحبتی نکرده. الان فقط یه قرار گذاشته که بچه ها رو بفرسته اونجا و باز خودش نمیخواد بره ببینتشون. معلوم نیست چه مشکلی بینشون پیش اومده. خلاصه که بکا و تایلر سوار قطار میشن و خیلی زود به شهر مورد نظر میرسن که پدر بزرگ و مادر بزرگ اومدن دنبالشون. با همدیگه به سمت خونه میرن و اونا هم خیلی خوشحالن که بالاخره دارن نوه هاشون رو میبینن. بعد یکم آشنایی بیشتر اتاقشون هم بهشون نشون داده میشه که قبلا برای مادرشون هم بوده. لوازمشون اونجا میذارن و بعد میرن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ. روز اول هم همه چیز خیلی عادی داره پیش میره. با اطراف خونه بیشتر آشنا میشن، کلی هم بازی میکنن و شب موقع خواب پدر بزرگ پیششون میاد. بهشون میگه که اینجا یه سری قانون داره که باید رعایتشون بکنید. اولیش اینه که هیچ وقت نباید به زیر زمین خونه برید. اونجا یه گاز سمی وجود داره که خیلی خطرناکه. دومیش هم این که بعد از ساعت 9 و نیم شب اصلا از اتاقتون خارج نشید چون خیلی خطرناکه و دلیل زیادی هم بهشون نمیگه. بعد هم از اتاقشون خارج میشه و بهشون شب بخیر میگه. ساعت 10 و نیم شب شده و حالا بکا گشنشه. بی توجه به اختارهای پدر بزرگ خارج میشه و میره به سمت آشپزخونه که گرفه خشکش میزنه. مادر بزرگ با لباسی کاملا سفید داره تو خونه راه میره و مدام بالا میاره. خیلی وحشت زده برمیگره به اتاق و در رو قفل میکنه. روز بعدی میرسه. بکا از پدر بزرگش سوال میکنه که مامان بزرگ چش شده بود دیشب و میگه که چه چیزی رو دیده. پدر بزرگ هم میگه هیچی، یکم دلش درد گرفته بود و مشکل مسمومیت داشت، نگران نباش. بعدم میگه مگه نگفتم از 9 و نیم به بعد خارج نشید و از این بعد خیلی حواستون باشه. بکا هم خب قانع میشه و طبق معمول میره با برادرش تا بازی کنن. امروز میخوان قایم مشک بازی کنن و این وسط بکا میره که تو زیر زمین خونه قایم شه، که البته تصمیم درستی نیست به خاطر اینکه وقتی داره با دوربینش همچنان فیلم میگیره و میخنده، یه دفعه مادر بزرگش میبینه که از اون طرف زیر زمین با سرعتی فوق العاده بالا داره سینه خیز به سمتش میاد. دختر وحشت زده میشه و جیغ زنان طرف دیگه فرار میکنه، در حالی که مادر بزرگم پشت سرشه. بالاخره میاد بیرون و به نور خورشید میرسه و همین لحظه مادر بزرگم خیلی عادی از پشتش میاد بیرون و میخنده و میره توی خونه، انگاری هیچی نشده داشته بازی میکرده، در حالی که بکا از وحشت خشکش زده. ساعتی بعدم یه نفر میاد و در میزنه. یه دکتر از بیمارستان این منطقه است و وقتی که بکا رو میبینه ازش میپرسه پدر بزرگ مادر بزرگت کجا؟ بکا میگه که چند دقیقه پیش رفتن قدم بزن و الان نیستن. دکترم میگه اونا اومدن توی پرونده‌ای به ما کمک کنن که به صورت داوطلبانه هم هست. قرار بوده هر هفته برای چند ساعت بیان اونجا، ولی خب الان یه مدت نمیان، ازشون خبری نیستش، نگرانشون بودیم. بکا میگه حتما وقتی اومدن بهشون خبر میدیم. از اون طرف هم همزمان با این قضیه تایلر دوربین رو برداشته و داره تو خونه یکم میچرخه. متوجه انباری بیرون خونه میشه و میره داخلش که بفهمه چی اونجاست و خب چیز خیلی بدی میبینه. توی یه گوشه از اون کلی پارچه روی هم افتاده و وقتی یکیشون رو برمیداره میفهمه پوشک بزرگ سالاست که خب استفاده هم شده دیگه، زیاد توضیح نمیدم. بعد مدتی هم پدر بزرگ و مادر بزرگ برمیگردن و بچه‌ها تصمیم میگیرن که با پدر بزرگشون برن یکم چرخ بزنن. سوار ماشین میشن و اون میبردشون جایی که قبلا مادرشون درس میخونده. خیلی اونام خوشحال میشن و وقت میگذرونن و این وسط طبق معمول بکا داره فیلم میگیره. یه رفعه پدر بزرگ بهشون میگه که یکی داره تعقیبمون میکنه، پس بره یه جا قایم شید. خودش هم میره سمت اون طرف خیابون که یه مرد وایستاده داره نگاهشون میکنه. پدر بزرگ بدون اینکه اصلا بپرسه واقعا طرف قصدی داشته یا نه میفته به جونش و کتکش میزنه. بکا به زور اونو جدا میکنه و میارتش تو ماشین و پدر بزرگم میگه که یکم بهش مشکوک شده بودم ولی نه، فکر کنم بیگناهه. برام خیلی عادی راهشو ادامه میده. آخر شب هم که میشه بچه‌ها توی اتاقن که صدای وحشتناکی از بیرون میاد و خب خیلی کنجکاو شدن. تایلر بکا میگه که در رو واکن ببینیم چیه و خوششون میزنه. اون طرف در مادر بزرگشون رو میبینن که برهنه وایستاده و داره مثل حیوونا به دیوار چنگ میزنه. اونام وحشت زده میشن و سری میان تو و در رو قفل میکنن.
صبح روز بعدی میرسه و مادر بزرگ صبحونه رو برای بچه‌ها حاضر کرده و وقتی که بکا میاد ازش معذرت خواهی میکنه، چون وقتی داشته غذا درست میکرده اتفاقی روغن داغ روی لپتاپ بکا ریخته و خب الان وبکمش کار نمیکنه چون روش روغن چسبیده. بکا میگه اب نداره، با رفتن مادر بزرگ یه زنگی به مادرشون میزنن. بکا به مادر میگه که رفتارهای پدر بزرگ و مادر بزرگشون چقدر عجیبه و اصلا شبیه آدما نیست. مادر میگه خب اونا پیرن، آدمای پیر یکم رفتارهای عجیب دارن، ولی نگران نباشید، منم خیلی زود، فقط یکی دو روز مونده که برگردم و بیام دنبالتون. اونا هم قبول میکنن و وقتی که بکا حوصله‌اش سر میره با دوربینش میره سراغ مادر بزرگ، ازش درخواست میکنه که یه صحبتی با هم بکنن و اونم قبول میکنه. تو سوال ازش میپرسه که 15 سال پیش چه اتفاقی افتاد که با دخترت رابطت قطع شدش. مادر بزرگ یه دفعه شروع میکنه به لرزیدن، عصبانی میشه، مثل روانی ها داد بزنه که نمیخوام در موردش صحبت کنم و خیلی رفتارهای عجیبی نشون میده. دوباره شب میرسه، ساعت 10:16، باز صداهای عجیب از بیرون میاد. وقتی که در رو باز میکنن دوباره خشکشو میزنه. مادر بزرگ حالا از قبلم روانی تر شده، با سرعت از یه اتاق به اتاق دیگه میدوه و یه بار با کله میره تو دیوار، یه بار چهار دست و پا میره و یه بار به شکل عجیبی که انگاری دستاش به صورت برعکس خم شدن داره میاد سمت بچه ها. اونا هم دوباره در رو قفل میکنن و میرن میخوابن. صبح بعدی که از اتاقشون خارج میشن متوجه میشن که مادر بزرگ توی حیاط روبروی یه چاه وایساده و بهش زور زده. پدر بزرگم میاد سمتش و به زور اونو ازش جدا میکنه. با رفتنشون هم بچه ها میرن جلوی چاه و سعی میکنن بفهمن چی این داخله، اما خب متوجه چیزی نمیشن. دوباره چند ساعت میگذره و طبق معمول مادر بزرگ و پدر بزرگ رفتن قدم بزنن که یکی دیگه از همسایه ها به اسم استیسی میاد. بهشون میگه که من قبلا اعتیاد داشتم و پدر بزرگ مادر بزرگ شما توی بیمارستان داوطلب شدن که بهم خیلی کمک کردن. الانم که حالم خوب شده اومدم براشون کادو بیارم. اونا هم رفتن قدم بزنن و خب شیرینی که براشون درست کرده رو میده به بچه‌ها. نزدیکای عصر شد و میبینیم که بکا داره با دوربینش فیلم میگیره که یه دفعه صدای خنده مادر بزرگ میاد. به دوربین میگه که مامان بزرگ داره یه برنامه تلویزیونی میبینه و فکر کنم همون برنامه‌ایه که مادرم خیلی دوست داره. برای همین میخوام تو فیلم ضبطش کنم. میله جلو و به پذیرایی که میرسه خوشیش میزنه. مادر بزرگ رو به دیوار نشسته رو صندلی و همینطوری داره بلند بلند میخنده. یه دفعه ای هم شال دور گردنش رو میپوشه دور صورتش و انگار میخواد خودش رو خفه کنه. بعد چند لحظه هم ساکت میشه. بکا ترسیده و با دوربین میره بیرون دنبال پدر بزرگ بگرده که میبینه توی انباری نشسته. همچنان داره فیلم میگیره که میبینه پدر بزرگ روی صندلیه و اسلحه ای روی صورت خودش گذاشته و میخواد شلیک کنه، اما یه دفعه دست از کار میکشه. حالا بکا و تایلر پیش همدیگه نشستن و نمیدونن چیکار کنن، خیلی همه چی براشون عجیبه. برای همینم هم تصمیم میگیرن که یکی از دوربیناشون رو یواشکی تو خونه جا بذارن تا همه چیز فیلم برداری بشه، بلکه بفهمن شب و چه اتفاقی توی خونه میفته. شب شده و دوربین فعال شده که مادر بزرگ میاد و شروع میکنه به باز و بسته کردن در زیر زمین. میره به طرف دیگه خونه و یه رفعه جلوی دوربین سرشو میاره بالا. دوربینو برمیدار، انگاری از قبل میدونسته که همچین جایی قرار داره. با خودش برتش و نزدیک اتاق بچه ها کار میذارتش. چاقویی برمیدار و میره دم در و منتظره که یکیشون بیاد بیرون تا جونشو بگیره. اما ساعت ها میگذره و همینطوری وایسته و هیچ اتفاقی نمیفته. با روشن شدن هوا هم میره به اتاقش. بچه ها صبح که بیدار میشن دوربین رو برمیدارن و همه این صحنه رو میبینن و خب از قبل هم وحشت زده ترن. اما بکا به تایلر میگه که مامانمون امروز برگشته و میاد دنبالمون، فقط باید همین امروز تا شب تحمل کنیم و بعد دیگه همه چیز تموم میشه. بعدم لپتاپ خودش رو برمیداره و شروع میکنه به خراشیدن روغنی که رو وبکم ریخته و موفق میشه که این کار رو انجام بده. چند ساعت بعدم که پدر بزرگ و مادر بزرگ میرن توی حیاط تا قدم بزنن، از فرصت استفاده میکنن. به مادرشون یه تماسی میگیرن و بهش میگن که چی شده و چه اتفاقایی افتاده. بالاخره مادر میتونه چهره اونا رو ببینه و خب واقعا هم ترسشون مشخصه. همین لحظه هم بچه‌ها میگن که اگه حرفونو باور نداری بیا دقیق خود ببین که مامان بزرگ با بزرگان دارن چیکار میکنن. لپتاپو میگیرن و میبرن دم پنجره که نشون بدن به طرز عجیبی وایستادن و به یه گوشه از حیاط زل زدن. این لحظه است که مادر وحشت زده میشه. رو به بچه‌ها داد میزنه که اونا پدر بزرگ مادر بزرگتون نیستن، با کی دارید زندگی میکنید؟ این یعنی بکا و تایلر تمام این مدت با دوتا غریبه توی خونه بودن. مادر سریع به پلیس محل زنگ میزنه و خبر میده که برن کمک و خودش هم میگه همین الان خودمو میرسونم. منتها خب چند ساعتی راه و بچه‌ها بعد یه جوری این مدت رو دووم میارن. مادر بزرگ رفیع پیداش میشه و به بچه‌ها میگه که امشب میخوایم با هم دیگه بازی کنیم و خوش بگذرونیم. برام در حالی که اونا داخل خونه منتظرن یه رفیع صدای دعوایی را بیرون میشنون. از پنجره نگاه میکنن و
همسایه‌شون استیسی رو می‌بینن که روز قبل هم اومده بود تا پدر بزرگ و مادر بزرگ رو ببینه. ستاره دارن سر چیزی بحث می‌کنن و بعد یه مدت هم همه چیز آروم میشه. هنوز مادرشون سر نرسیده و چند ساعت گذشته که دیگه هوا تاریکه و مادر بزرگ میگه بیاید وقت بازیه. چند تا بورد گیم هم آماده کردن و خب بکا و تایلر خیلی ترسیدن. بکا رفیه میگه من یه چیزی رو باید فیلم بگیرم و میخواد به این بهونه یکم ازشون فاصله بگیره. اما همین که از در خارج میشه وحشت زده میشه. همسایه یعنی استیسیو میبینه که از درختی آویزون شده و جونش رو از دست داده. پدر بزرگ سر میرسه درو میبنده و طوری که انگار هیچی نشده میگه بیا دیگه وقت بازیه. تایلر و بکا واقعا ترسیدن ولی سعی میکنن که اینو نشون ندن و خیلی آروم بازی کنن. اما یه جا دیگه واقعا کم میارن و بکا میگه که دوباره باید برم یه چیزی فیلم بگیرم و خیلی مهمه. تایلر هم تنها شده و نمیدونه چی کار کنه که هر لحظه رفتار این زن و مرد غریبه هی عجیب تر میشه. مرد یه دفعه شروع میکنه به قدم زدن تو خونه و زنی که به اصطلاح مادر بزرگه شروع میکنه به خوردن کیک به یه شکل عجیب. چند لحظه بعدم دوباره اون مرد برمیگرده و میبینه که مادر بزرگ به شکل وحشتناکی انگار یه خشکی سر و دستش رو حواس که با کمک مرد سر جاش میشینه. میریم پیش بکا که داره فیلم میگیره و به سمت زیر زمین میره. رو به دوربین میگه که من یه چیز خیلی مهمی رو فهمیدم. فکر میکنم که این دوتا آدم وحشتناک پدر بزرگ و مادر بزرگ واقعیمو به قتل رسوندن و اونا رو توی زیر زمین قایم کردن. برای همینم اصلا نمیذاشتن که ما به اونجا بریم و الان میخوام اینو ثابت کنم. وارد زیر زمین میشه. با یکم گشتن اول دوتا لباس پیدا میکنه که برای یه تیمارستان تو همین منطقه‌ن که خب مشخصه برای این زن و مرد غریب است. عکس واقعی پدر بزرگ مادر بزرگش هم میبینه که خب مشخصه اینا خیلی سعی کردن خودشونو شبیه اونا در بیارن. بازم میگرده با همون چیزی که فکرشو میکرد روبرو میشه. بدن بیجون پوسیده پدر بزرگ و مادر بزرگ کف زیر زمین افتاده. همین لحظه است که مرد غریبه هم پیداش میشه. به بکا میگه ما واقعا آدمای بدی نیستیم. فقط به خاطر یه سری مشکل روحی و روانی توی تیمارستانی بستری بودیم که پدر بزرگ و مادر بزرگ تو هم به عنوان داوطلب هر هفته میبرن اونجا و به ماها کمک میکردن. سری آخری که اومدن در مورد اینکه شماها قراره به دیدنشون بیاید حرف زدن و خیلی خوشحال بودن. انقدر با ذوق تعریف میکردن که من و همسرم گفتیم حتما تجربه باحالیه. برای همینم هم تصمیم گرفتیم از تیمارستان فرار کنیم و بیایم اینجا تا این تجربه رو از اونا بدوزیم. اما این یکم برامون سخت بود. همسرم یه مقدار مشکل داره که نمیتونه تو نور خورشید باشه. به خاطر اینکه چند سال پیش یه اتفاقی افتاد و مجبور شد که دخترمون رو بندازه توی چاه. و خب از اون موقع یه مقدار روانی شدش. همه این چیزا رو این مرد داره در آرامش کامل تعریف میکنه. حالا میفهمیم که چرا این زن روانی اون موقع به چاه این خونه زل زده بود یا چرا همسایه و دکترهای تیمارستان به اینجا میومدن تا پدر بزرگ و مادر بزرگ واقعی بکا و تایلر رو ببینن و ازشون تشکر کنن. با تمام شدن حرفها مرد غریبه بکا رو به زور میکشه بیرون و تو اتاق خواب میندازه که همسر خوروانی خودش هم اونجا و خودش هم میره پایین پیش تایلر. شروع میکنه به فوش دادن بهش و یه دفعه یکی از همون پوشکای کثیفش رو به زور تو صورت تایلر میکوبه. میایم پیش بکا، زن روانی افتاده دنبالش و یه دفعه شروع میکنه به کوبیدن سر بکا توی آینه. بعدم میخواد خفش کنه اما بکا موفق میشه با تیکه شکسته شده از آینه ضربه به مادر بزرگ بزنه و جون اونو بگیره. بعدم سری میدوه پایین و میبینه که مرد غریبه داره برادرش رو اذیت میکنه. شروع میکنه به کتک زدنش و همین لحظه هم تایلر از جاش بلند میشه. اون که خیلی عصبانی و به هم ریخته است سر این مرد غریبه رو میذاره جلوی در یخچال، اونو باز میکنه و شروع میکنه به بستن درش. انقدر این کارو انجام میده که کله مرد کلا میترکه. برام دوتایی با سرعت از خونه خارج میشن در حالی که مامورهای پلیس و مادرشون هم سر رسیدن و اونو در آغوش میگیرن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. در مورد فیلم همونطوری که اولش هم بهتون گفتم یکی از ترس‌های بی‌نظیر به نظرم تو این فیلم هستش. به خاطر اینکه خیلی با واقعیت همخونی داره و اینطوری نیست که بخواد ماورا و طبیعت رو خیلی قاطیش بکنه. شما داری فقط رفتارهای روانشناختی از طرف می‌بینیم که در آخر منجر میشه اون آدم جوون یا همون نوه هم رد بده گرفته بیاد سر به در بزرگ رو بذاره لای یخچال انقدر بکوبه که خورد شه. یا از اون طرف اون حرکتایی که ما در بزرگ می‌بینیم روش راه رفتنش اونطوری که توی زیر زمین میدوه یه دفعه ای. تمام اینها واقعا خفن بازی شدن. اصلا به نظرم باید جایزه میدادن به بازیگر این نقش چون قشنگ میاد اون ترس فوق‌العاده عجیبو به بیننده القا میکنه بدون اینکه بخواد از عنصرهای ماوراءطبیعی بهره مند شه.
مخترین سکانساش هم نظرم همون جایی که مادر بزرگ دوربین خودش میاد برمیداره، قشنگ میره همون جایی که میخواد کار میذاره و بچه‌ها نگاه میکنن که مادر بزرگ با چاقو دم در وایساله چند ساعت همینطوری منتظره که بیان بیرون جلوشونو بگیره. این حرکت واقعا آزار میده مغز آدم وقتی میبینتش. همونطور که اشاره کردم آخر فیلم قشنگ مشخص شدش، فیلم ماوراءطبیعی نیست، یه قشنگ داریم ما میبینیم که بیماری های روانیشون چیه. مادر بزرگی شرایطی داره که نمیتونه تو نور خورشید باشه، پدر بزرگی خب خیلی پارانویدیه، کاملا مشکوکه و همه چیز. توی تیمارستان هم هر جفتشون بستری بودن. وقتی که از جریان مادر بزرگ و پدر بزرگ اصلی این بچه‌ها با خبر میشن، میان خودشون جای اونا معرفی میکنن تا یه زندگی داشته باشن و به قول خودشون فرق تجربه باحالی رو بگذرونن. یعنی همینقدر براشون همه چیز بی اهمیته. اون لحظه ای هم که مادر بچه‌ها میگه اینا پدر بزرگ مادر بزرگتون نیستن، واقعا برای آدم میریزه. اصلا میگم به نظر میاد فیلمایی که حتما باید یه بار ببینیدش، خیلی خفن بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتتون رو حتما برام بنویسید، من سعی میکنم همشون رو قرار بدم. ببخشید اگه یه وقتا دیر میشه. کامنتاتون رو همه رو میخونم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.